آقای جوهری، امروز روز شنبه 24 نوامبر شما در رستوران شیراز یک جلسه ای ترتیب دادید که حدود 40 نفر از جوانها و نوجوانهای کانادایی اینجا شرکت دارند. میخواستم اول توضیح بدین که این جلسه برای چی تشکیل شده و موضوعش چی است؟ این برنامه بر همونجوری که فرمودیم برای جوانهاست، مخصوصا جوانهایی که بین سن 17 تا 24-25 هستن. مشکلات زیادی در کانادا برای جوانها هست و مخصوصا در کامیونیتی خود ما. مسئله سویساید یه مسئله خیلی بزرگیه، مسئله انگزایدی، مسئله استرس یا انگزایدی، مسئله دیپرشن یا دپرس بودن و مسئله سویساید یا مسئله خودکشی، مسئله ادیکشن یا اعتیاد، مسئله است که نه تنها کامیونیتی ما داره باهاش دیل میکنه، بلکه کامیونیتی بزرگ کانادایی باهاش دیل داره میکنه. گروهی که من باهاش همکاری نزدیک دارم هدسترانگ هست که یه گروه ادوکسیه و فوکوسش یا تمرکزش روی افراد جوونه توی اون سن رنجی که براتون گذاشتم، حد چه دختر چه پسر یا جندرهای دیگه که خودشونو اونجوری آیدنتیفای میکنن، مشکلاتی دارن و هدفش اینه که بهشون آموزش بده که از به قول معروف استیگما یا از لیبل زدن نترسن و بیان بیرون و راجبش صحبت کنن. امروز 4 تا سپیکر داشتیم و این هر کدوم از به قول معروف سخنوران یا سخنگویان راجب زندگی خودشون صحبت کردن. من دقت کردم شما داشتین فیلم برداری میکردین، منم راجب زندگی خودم در 3 مرحله صحبت کردم. مرحله 18 سالگی در ایران بودم، مرحله 18 سالگی تا تقریبا میتونم بگم مرحله 55 سالگی و بعد احساسی که به من برگشت و به قول معروف اپورتونیتی و چالنجایی که وجود داشت که خوشبختانه ما خیلی راحت راجبش صحبت کردم و تا حد خیلی زیاده هم با تمام این بچه ها مثلا قسمت اول زندگیم خیلی رزنیت کرد. خیلی از بچه ها اومده بودن از من سوال میکردن و هدف اصلی اینه که واقعا استیگما شکسته بشه و بچه ها راحت شروع کنن راجع به این مسئله حرف زدن، چون تا زمانی که شروع نکنن حرف زدن آدم نمیتونه بفهمه که مشکلی وجود داره و نمیدونه چجوری کمکشون کنه. The rate of suicide among youth is skyrocketing. The attempts among women, especially women youth, is the highest. The actual, unfortunately, the failure among men is the highest. So we are losing a lot of young boys to suicide. Indigenous or even the situation is even worse. شما از وقتی که نماینده پارلمان شدید یک حرکتی رو شروع کردید برای اولین بار به نظرم میرسه که و اون بردن یک لایحه هست در مورد مشکلات روحی روانی که در کانادا وجود داره. میخواستم بپرسم که این لایحه که شما بردین به عنوان لایحه خصوصی در واقع نماینده پارلمان بردین ارائه کردین، چه مراحلی رو گذرونده و در حال حاضر در چه مرحله؟ این لایحه بهش میگن private member business یا private member bill که به عنوان یه دونه نماینده خارج از مسیر legislative تو میتونی در کنار اون میتونی یه دونه قانون رو بیاری یا لجیسلیشن رو بیاری و معرفی بکنی. این قانون راجب همونجوری که فهمیدین راجب کریمینال کد کانادا هست، مخصوصا برای کسایی که مشکل روحی روانی دارن که یه در قسمتی که یه ریپورت داره آماده میشه قبل از اینی که بهشون سنتنسینگشو بدن، مشکلات روحی روانی این شخص بازگو میشه و راهکارهایی که وجود داره که بتونه کمک بگیره موقعی که توی زندان هست یا توی اینکارسریشن هست، این راهکارها همه داکیومنت میشه، معرفی میشه و جاج یا قاضی در تصمیم میگیره در لوکیشن و جایی که باید این شخص رو بفرسته برای گذراندن دوران زندانیش که چه جور جایی بره که یه سری فسیلیتی ها وجود داشته باشه که بتونه بهش کمک بکنه. این بیل الان سه تا ریندینگش رو تموم کرده و کمیتی هم بود و سه تا تبصره بهش اضافه کردن که اینو خیلی قوی تر کرد. من صحبتی که توی مجلس کردم و تو فیسبوک هم هست، به نظر من الان این بیل خیلی قوی تر جامع تره
و خیلی بیشتر این کبوز میکنه و الان تصویب شده رفته توی مجلس سنا و من به زودی با 2-3 تا سناتور همکاری میکنم که اونو بیارن تو مجلس سنا. امیدوارم که تا قبل از پایان دوره 42 مجلس این بیل تصویب بشه و به قول معروف رسما قانونی بشه. آیا احتمال این وجود داره که در صورتی که سال آینده انتخابات برگزار شد و دولت لیبرال دیگه نبود و اکثریت مجلس لیبرال نبود این لایحه متوقف بشه، یعنی اینکه مسیر خودش ادامه بده؟ معمولا اگر دولت عوض بشه این لایحه‌ای که چیز نشده به قول من رو ثبت نشده از بین میره و معمولا این کیس های اینجوری یا یه دونه سناتور یا یه ممبر دیگه میتونه اینو چیکار بکنه، میتونه دوباره تیبل بکنه و امیدواریم که به اونجا نرسه، ولی احتمال هر چیزی هست. Right now, our physical health is publicly funded. However, costs associated with mental health and mental sickness is not. And because it's not, the investment on the resources that needs to be able to help with the early identification, with the support, with the prevention is not there. And for those little of us who were passionate and they became the psychiatrists and the psychologists and said, you are so stretched and you're so burdened that you almost need support more than anybody else needs support. The wait times are way too long. This is during the time, the 8 weeks, 8 months wait time is unacceptable. We go from depression to anxiety to suicidal thought to committing suicide in matter of months. By 8 months to get an appointment for someone to tell them that you're anxiety, and then they send you to a psychiatrist and they give you 3 pills and you take the 3 pills and one of them doesn't match and then you go back and you have to wait for another 3 weeks to detox to go and get another pill, and by then you're dealing with all of that, ain't working. شما اول صحبتتون اشاره کردین که این مشکل در سطح کانادا به صورت خیلی وخیمی وجود داره. می‌خواستم ببینم که با توجه به ارتباطی که در طول 3 سال گذشته با جامعه ایرانی داشتین در ریچموند هیل، آگاهیتون رسیده به این درجه که این مشکل به خصوص در جامعه ایرانی چقدر وجود داره و دارای چه اهمیتی است؟ این مشکلات تو تمام جامعه ها هست، مخصوصا جامعه های مهاجر و مخصوصا جامعه هایی که مهاجرتشون در چندین سال اخیر بوده و مخصوصا میتونیم بگیم طرزی که اکثر دنیا داره، جهت فکری که دنیا داره میره، باعث خیلی استرس و انگزایتی و اینا میشه. کامیونیتی ما هیچ فرقی با کامیونیتی های دیگه نداره و ما درست توی استیجی هستیم که واقعا باید این مسئله رو پروموت بکنیم و به کامیونیتی اجازه بدیم که ما یه فورمی باشه که بتونن بیان و راجع بهش صحبت بکنن. این فورم ها هست ولی متاسفانه همینجوری که میدونین هنوز کامیونیتی ما با این مسئله نتونسته دند و پند به قول معروف چی میگن کنار بیاد. امروز تو این جلسه میدم بوده 40 نفر شرکت دارن و همه نوجوان و جوانهای کامیونیتی های مختلف هستن و متاسفانه من فقط 2 جوان ایرانی رو دیدم اینجا. آیا شما ارتباط برقرار کردی با جامعه ایرانی؟ خواستید که بخوام بیان نیومدن و دلیلش فکر میکنین چیه و چی کار باید بکنین که حضور جوانهای ایرانی در چنین جلساتی و حتی خانواده های جوانان ایرانی در این جلسات بیشتر بشه؟ خوشبختانه کامیونیتی ما ادوکیتر خیلی بزرگی داره که گروه های هستن که فوکسشون روی پیورلی کامیونیتی ایرانیه، ولی در جواب سوال شما ما از طریق سوشال میدیامون ریچ اوت کردیم و اناونس کردیم که this event is going to be there. از طریق صفحه که داریم به تمام مدارسی ریچ اوت کردیم، به بچه ها ریچ اوت کردیم، به پرینسپال ها ریچ اوت کردیم، ولی هیچ تارگت سپسیفیکی برای ایرانی نبوده، بلکه برای تمام نوجوانان بوده و تا جایی که من احساس میکنم نوجوانای ما این مسئله رو دارن ولی آمادگی که بیان بیرون ندارن. تو کامیونیتی ما بیشتر خانوما به این مسئله اهمیت میدن و اینوالو میشن، آقایون راجبش نالجبل هستن، راجبش کنسرن هستن، ولی هنوز اون احساس کامفتبل رو ندارن که بیان بیرون و راجبش صحبت بکنن.
آیا امکان این هستش که در جامعه ایرانی شما یک فروم و یک جلسه گروهی بزرگتری رو بتونید در واقع بنیانگذارش باشید و تلاش بکنید که با شرکت متخصصین مختلفی تشکیل بشه و یک آگاهی رسانی وسیع‌تری بخواد انجام بشه یا نه؟ یک گروه قول معروف فکری توی تابستون که من توی ریچمون هیل بودم تشکیل شد، از قول معروف ترکیبش ترکیب خیلی قشنگی بود و هست. متاسفانه ما هنوز نتونستیم اونو به مرحله‌ای برسونیم که بتونه به عنوان یه دونه نان فور پروفیت رجیستر بشه و فعالیتو شروع کنه، ولی خوشبختانه تو قسمت ادویکیشن ما اورگانایزیشن‌های خیلی مختلفی داریم و با کامیونیتی لیدرها کسایی هستن که توش دارن فعالیت میکنن و موفقیتات خیلی خوبی بوده، ولی هنوز هیچی به اون صورت به اون صورتی که بتونه یک پارچه باشه و یک دست باشه نیست. و اینم خب مسلماً به قول معروف توی استیج ایولوشن همیشه این هست دیگه. حالا اگر همه بتونن کامفورتبل باشن که تو ادویکیشن فوکوساشون رو مشخص بکنن و بیشتر با هم کار بکنن خیلی خوب خواهد بود. We have a serious problem. You want to look at it economically? $52 billion a year. $52 billion a year. That covers the deficit twice. You want to be a politician? That reduces our debt by about 1/10. We are losing productivity because of simple things like anxiety, simple things lack of support, etc., etc. Now we're so lucky now organizations, and there's some of them are here today, are looking at various methods of helping with the early identification, with the support and all of those things. So we got a long way to go, but we all could be a champion. Through that, you will build the resilience. Through that, you will succeed. And through that, you would be able to help everyone else.